عرض سلام و صبح خیر خدمت همه بزرگوارانی که امروز میهمان خانه کتاب و ادبیات ایران هستند در هفته کتاب برای رونمایی از کتاب علامه محمد تقی جعفری سرگذشت و ایام آرا و اندیشه ها به قلم جناب آقای علی جعفری فرزند برومند حضرت علامه. تشکر میکنم از بزرگواران و سرورانی که تشریف آوردند و همچنین دوستان بزرگواری که ما رو از آپارات خانه کتاب و شبکه اینترنتی کتاب همراهی می‌کنند. 24 سال پیش در چنین روزی 25 آبان ماه 1377 حضرت علامه محمد تقی جعفری در پی دورانی که با بیماری دست و پنجه نرم می‌کردند دار فانی رو وداع گفتند و فضای علمی و اندیشه‌ای ایران اسلامی رو داغدار کردند. یاد ایشون گرامی باشه و امروز توفیق داریم در خدمت بزرگوارانی هستیم که به احترام این علامه بزرگوار دور هم جمع شدند برای رونمایی از کتاب سرگذشت و ایام آرا و اندیشه‌های این بزرگوار. مهندس حسینی، ضمن اینکه تشکر می‌کنم دعوت ما رو پذیرفتید، بقیه بزرگواران، 24 سال از سفر ابدی حضرت علامه میگذره ولی بیان و کلام ایشون همچنان انرژی بخش و تأمل برانگیز هست. بفرمایید که در حقیقت از منظر شما بیشتر آشنا بشیم با حضرت علامه. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم و با عرض سلام خدمت اساتیدی که هستن، به من خجالت میکشم که قبل از استاد من رو مخاطب قرار دادید و تشکر از همه عزیزان. خدمتتون عرض کنم که امیدوارم که اون روح لطیف و قلب مهربان ایشون دعاگوی همه ما مردم ایران باشه و همه حال خوبی داشته باشیم و بتونیم بهره ببریم. ببینید، آقای علامه قبل از هر چیزی و که تا آخر هم حفظ کرد یک مسلمان بود. بقیه چیزها اضافه می شود بر این صفت مسلمان بودن. متاسفانه ما این صفت رو اصلا بهش توجه نمی کنیم، به چیزهای دیگه توجه می کنیم، لذا گاهی وقتا خلاف اون مسلمانی ممکنه یه کارهایی از اون سر بزنه، ولی سعی میکنیم اون استاندارد خودمون رو در جای خودمون حفظ کنیم. علامه مسلمان بودنش رو از ابتدا تا انتها حفظ کرد. تو همین بازه و هر چیزی رو که بخوایم پرورش بدیم تو همین باز است. اون موقعی که تفسیر مثنوی میگه، اگرچه یه دباش مخالفن، اون موقعی که تفسیر نهج البلاغه میفرماد، اون موقعی که با یه سری بچهای کوچولویی مثل ماها وقت میگذاره و غیر ذالک، یک قدر جامعه تمام رفتارهای ایشون مسلمان بودنه. اون موقعی که دو دانشگاه ملی اون موقع پشت وانت میشینه میمیره سر دانشگاه که یه موقع نکنه تأخیر بشه، اون موقعی که یک لحظه قولهایی رو که داده که امروز اصلا فراموش شده، بحثی به نام قول فراموش شده، علامه قولش برایش جدی ترین، برای اینکه یک مسلمانه. وقت این مسلمان خوشبختانه یک فیلسوفه، یک فقیهه، یک ادیبه، یک آدم با محبته، یک همسایه خوبه برای همسایه‌هاش. یعنی هر عنوان دیگه‌ای رو شما بر محور این مسلمانی که بیایید نگاه میکنید، من نمیتونم واقعا جزئیات رو هی دونه دونه بگم چون هم اطلاعاتمون کمه هم وقت نمیرسه، ولی در حد خودم که با ایشون به هر حال یک کمی افتخار داشتم که میرسیدم خدمتشون و انواع و اقسام رفتارهای کودکانه ما معلوم بود دیگه، ما یه نوجوان اون زمان بودیم دیگه، تقریبا نتونستم چیزی رو پیدا بکنم در آیات یا در روایات. ببینیم اینجا علامه خلاف اون عمل کرد. من جمله فرض کنید که از چیزهایی رو که الان من میخوام عرض بکنم، مثلا این که علامه در عین این که بسیار مقید بود به مناسکی رو که داشت،
حتی گاهی وقتا به من میگفت من مثل یک روستایی مقیدم به بعضی از مسائل، اما در این حال به شدت آدمی نبود که بخواد به این و اون توجه در واقع افراطی بکنه و تعصب داشته باشه. و یادم میاد یکی از همین شعرهایی که در یکی از کتابهاش داشتن، این وجودش همین بود که سختگیری یا تعصب خامیست، تا جنینی کار خوناشامیست. چون خودش عالم بود، بسیاری از تعصبها، سختگیریهایی که ما به هم داریم، بخشش روی نفسه، بخشش روی جهله. و علامه چون تقریبا میشه گفت این دوتا رو در خودش حل کرده بود، تعصب نداشت، لذا خیلی راحت تعامل میکرد به دیگران با تفکرات مختلف. و اون چیزی که علامه رو پیش بقیه جذب میکرد، اول محتوای صحبت نبود، اول این بود که ایشون با همه این کاراکتری که داره، فکری که داره، چقدر راحت با ما حرف میزنه. عنایت فرمودید. بنابراین یکی از صفتهای خوبی که دیدم آزادشونم در مورد ایشون گفتن، و جالب این صفت رو آزاده دکتر حسابی با به ما یه موقع مطرح گفتن، صفت بسیار خوبی که الان خیلی کم داریم، ایشون در مورد آقای دکتر حسابی میگفت و شبیه این رو آقای جعفری در مورد استاد فرمودن، آقای علامه و آقای دکتر حسابی و امثال هم هنر خوب گوش دادن داشتن. ماها اصلا خیلی دوست نداریم خوب گوش بدیم، ممکنه گزینشی گوش بدیم، یه چیزی رو خراب کنیم، یه چیزی رو تایید کنیم، اون که خودمون میخوان. علامه یکی از چیزایی که او رو به این موقعیت رسون، اون هنر خوب گوش دادنش بود. و این باعث شده بود که اون تعصب‌های افراطی و تفریطی و که امیرالمومنین فرمود لا یرى الجاهل الا مفرط او مفرط، جاهل یا افراط میکنه یا تفرید. به این جهت من حالا چون فرصت نمیدونم چقدر وقت دارم، فعلا همینجا قطع میکنم. اگر باز مجدد مسئله توفیقی بود، به مطالب دیگه رو عرض خواهم کرد. خیلی متشکرم جناب مهندس سید مشتبه حسینی. شاید فراموش کردم بگم که کتاب سرگذشت و ایام، آرا و اندیشه های حضرت علامه محمد تقی جعفری، حاصل تلاش دوستان خوبمون در انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی است که در محضر بزرگوارانی از دستندرکان این انتشارات هم هستیم. باید تبریک بگیم که همزمان یک کتاب بسیار خواندنی از علامه جعفری و کتاب بسیار خواندنی از علامه طباطبایی رو همزمان منتشر کردن. دیروز و امروز این کتاب ها رونمایی شد. آقای دکتر گلشنی، افتخار داریم خدمتتون باشیم و از بیانات شما هم استفاده کنیم درباره زندگی، زمانه و ویژگی های حضرت علامه جعفری. ممنون میشم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نزد اون که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالاست، و زو هر عالمی چون سوره ای خواست، یکی چون فاتحه، دیگر چون اخلاص. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، و زیشون سید ما گشته سالار، همون اول همون آخر در این کار. خدمت حضار محترم سلام عرض میکنم. افتخاره که چند کلمه ناقابل در مورد علامه صحبت کنم. علامه یه ویژگی هایی داشتند، چه این همه این ویژگی هایی چال عرض میکنم، من خیلی کم دیدم تو یه نفر جمع بشید. خیلی از زمان خودشون جلو بودند. بنده در عرض می شود که 60-70 سال اخیر رو دارم چیز میگم و صحبت میکنم و تحولات که تو ایران و تو غرب بوده و اینها. ببینید، ایشون رو چند نکته تأکید داشتند از زمانی که مطرح نبود. یکی طرد پوزیتیویسم بود. خود از اوائل نیمه اول قرن 19 هم آگوست کنت این پوزیتیویسم را انداخت، این مکتبا که فقط اون چیزی که میبینیم مطرحه، حس به اصطلاح، و این رایج شد. متاسفانه
نظریه‌ای هم که تو فیزیک حاکم شد تو نیمه اول قرن بیستم اینا تأیید کرد و رفت جلو. هنوزم اکثر دانشگاه‌های ما پوزیتیویستی فکر می‌کنن، حاکم بر دانشکده‌های فیزیک ما، شیمی ما و غیره تفکر. ولی علامه اون زمان اومدن گفتن نه این مشکل دارد. اگه شما الان بیان ببینید، نه همه فیزیک دونها، اونایی که سر نخ هستن، سر نخ بعضی از فلاسفه، بعضی از فیزیک دونهایی که همه شون پوزیتیویسم رد میکنن. مثلا یکی از اینا آقای پروفسور واینبرگ، استاد بنده بود تو برکلی، برنده جایزه نوبل شد، ملحدم هست، ولی آخر دست اومد رسما مقاله نوشت بر ضد پوزیتیویسم که این اصلا علم رو عقب میندازد، با این تفکر علم عقب میفته. خیلی جلو بودند اون زمانی که علامه بر ضد پوزیتیویسم حرف زدند، بقیه حوزوی ها نزدند. خیلی بیشتر حواس اون موقع تو دوران من، اون موقع دوره دبیرستانم بود و بعدش، تو اون دوران بیشتر حواسشون پرت مارکسیست بود و توده‌ای ها و اینا همه جا رو گرفته بود. تو اصفهان هر جا می رفتیم روزنامه فروش توده‌ای بود، یعنی واقعا حاکم، همه حواسشون اون بود. علامه غیر از اون سراغ پوزیتیویسم هم رفتن و مشکلاتشو گفتن. یکی دیگه، یکی از اولین افرادی بودند که ضرورت فراگیری علوم جدید را روش تأکید کردن. صاف و صریح رفتن پیش مرحوم آیت الله العظما استاد عبدالهادی شیرازی، بهش گفتن الان علوم خیلی اثرگذار شده، باید ما اینا رو تو حوزه وارد کنیم. یکی از اولین افرادی بودن که این نکته رو گفتن. و عرض میشه بچه، من یه وقتی که رفتم تو این انجمن اروپایی علم و الهیات تو کنفرانسشون شرکت کردم و دیدم چقدر کلیسا زیرکی به خرج داده که اومده علوم و با فلسفه و اینا نزدیک کرده، رفتم اینو منعکس کردم به مقام معظم رهبری و گفتم یه دهی از طلاب بیان حتما علوم جدید یاد بگیرن که جواب شبهات که میخوان بدن به زبان روز صحبت کنن. علامه از این جهت جلو بودن. عدم پایان علم و اندیشه، شما برید تو محیط فیزیک دونا، برید باشون صحبت بکنید، فکر میکنن که یه رشته بند است، فکر میکنن به آخر خط علم رسیده. آخر قرن 19 هم گفتن دیگه به آخر فیزیک رسیدیم. حتی پلانک که یکی از مهمترین فیزیکدانانه میگه من رفتم فیزیکو میخواستم ادامه بدم، استادم گفت نه برو زیست شناسی بخون، دیگه فیزیک ختمش گرفته. قرن 20 ثابت کرد که اشتباه کردن. خیلی چیزها کشف شد که اصلا قرن 19 حدسم نمیزدن. و آخر قرن 20 یه دهی از، البته این حرف انشتن زده بود، جلو بود از زمان خودش، ولی آخر قرن 20 یه ده از علمای تراز اول گفتن هیچ وقت ما به انتهای علم نمیرسیم، علم پیشرفت میکنه، چیزای تازه یاد میگیریم، ولی هیچ وقت حرف آخر رو نمیتونیم بزنیم. علامه خیلی صریح دارن این حرف رو میزنن، عدم پایان علم و اندیشه، ناتوانی علم در پاسخ دادن به بعضی سوالات. چه خیلی مثال هم زدن، مثلا علامه مثالشونی بود با وجود قوانین در طبیعت آیا خدا احتیاج هست بشه یا نه. ولی جالب برای من اینه توی دهه های آخر قرن بیستم صریحاً یه عده‌ای اومدن گفتن یه عده سوالات علم نمیتونه جواب بده، چون قبلش میگفتن که هر سوالی که علم جواب نده جواب نداره. نهرو صاف و صریح 1950 اومد گفت هر سوالی را که علم تجربی جواب نده جواب ندارد. ولی دهه آخر قرن، تو وسط نیمه دوم قرن بیستم، پوپر اومد گفت نه یه سوالات علم نمیتونه جواب بده.
مثالم زد و این برای من خیلی جالبه. چه مثالی که پوپر زد این بود، نمیدونیم از کجا اومده به کجا میریم، چه من بلافاصله یاد شعر مولوی افتادم، از کجا آمده ام آمدنم بهرت چه بود به کجا میره و ماخر ننمایی وطنم. بعد یه برنده یه جایزه نوبل تو پزشکی کتاب نوشت The Limits of Science، علم نمیتوند همه سوالات جواب بده، دغدغه های انسانی از کد، اونم همین مثال میزنه، از کجا اومدم به کجا میرم و نمیتوند. یه ده سوالات هم تو خود علم هست که علم نمیتوند جواب بده. چرا ما میتونیم جهان را بفهمیم؟ علم نمیتوند خودش جواب بده. چرا ما میتونیم جهان با زبان ریاضی بیان بکنیم و غیره؟ اینا را فیلسوفا اومدن توضیح دادن ولی علم نمیتوند جواب بده. اینا را مطرح کردن، بعدش دیگه خیلی ها اومدن جلو و گفتن اصلا ما یه چار اخلاق هم نمیتونیم با علم جواب بدیم، ارزش های اخلاقی ها، چرا عدالت خوب است؟ شما از هیچ قضیه علمی نتیجه نمیتونید بگیرید. پس علم ناقصه، یه چارچوب بالاتر لازم داره که علامه اونم اشاره کردن، میگم براتون. علامه مطالعه طبیعت را یه عبادت دینی صریحا میگن. این مطلبی است که در دوره تمدن اسلامی ابو ریحان میگفت، ابن هیثم میگفت، همه البتانی میگفت، همه اینا میگفتن که علم یه نوع کار علمی، یه نوع عبادت، شناخت آثار صنع الهی، یه نوع عبادت، که البته حدیث از امیرالمومنین هم داریم. تو نیمه توی قرون وسطام فلاسفه مسیحی مثل اکوینس اینا، اونا هم همین هم گفتن مطالعه طبیعت یه عبادتی. بعد شما حالا میان میبینین بزرگترین کیهان شناس ما، یکی از بزرگترین فیزیکدون های ما میگه کار علمی نوع عبادت. نه همه، بقیه نمیگن، این تراز اولا الان بعضی هاشون برگشتن به دین و فلسفه و اینا، میگه یه نوع عبادت. حتی از این بالاتر یکی از مهمترین کیهان شناسان زمان ما میگه یه چتر الهیات باید بالا سر علم باشه. اینا را علامه قبلش گفتن، علم نمیتونه بعضی سوالات جواب بده. عرض میشه بچه ایشون خلاصه، به طور خلاصه عالم به مقتضیات زمان بودن، خیلی مهمه. ما حدیث داریم از امام صادق، العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، لواب یعنی سختی ها بهش فشار نمیارد واقعا هیچ از یه عالم به زمانش باشه. الان اگه شما بخند جواب شبهات غربی ها رو بدین، باید آگاه باشید به زمانتون، با اون میتونید جواب بدین. وقتی که این هاکینگ اومده بود یا حرف زده بود جهان خودزاست و به خدا نمیخواد اینا، تو قوم یکی از علما گفتن که بیاد ما با فلسفه ملا صدر جوابشو بدیم. و همون وقت گفتم اصلا این فلسفه رو قبول ندارد که بخن بیان با فلسفه ملا صدر جواب. ولی علمای بزرگ اونجا که حالا آگاه شدن فلسفه میدونن اینا، بهترین مهمترین آدم ها اومدن جوابشو دادن به زبان خودش. علامه پیشگام وحدت حوزه و دانشگاه بودند، چه متاسفانه حوزوی ها خودشون را یه تافته جدا بافته تلقی کردن، نیازی ندیدن اون چیزی که علامه طباطبایی احساس میکردن، علامه عرض میشود که مطهری احساس میکردن و غیره، این احساس نبود واقعا، نبوده. ولی علامه جعفری این احساس توشون بود، بنابراین با بزرگترین علمای زمان خودشون تو ایران ایشون رابطه داشتن. هفتگی با مرحوم دکتر حسابی، با مرحوم دکتر حشرودی، عرض می شود که پروفسور فضل الله رضا اون موقع هنو پروفسور، با اینا جلسه داشتن، همش هم مباحث علوم همش مباحث. حالا برای دون مثالش را می زنم. علامه با دانش عرض می شود که با دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان غربی هم یا اسلامی هم رابطه داشتند، با راسل مکاتبه داشتند، با گارودی مصاحبه داشتند، صحبت داشتند و مکاتبه داشتند.
حالا راضی به راسل براتون عرض خواهم کرد. علامه با همه نوعی مکاتبه داشتن، واقعا خیلی جلو بودن از زمان خودش. تو سمینارهای بین المللی شرکت کردن، مثلا سمینار هزاره ابن سینا بود توی هندوستان شرکت کردن، یه سخنرانی داشتن تحت عنوان لذت و علم از دیدگاه فلسفی علمی و عرفانی. تو کنفرانس علم و دین سوئیس شرکت کردن، تو جریانات بین المللی شرکت میکردن، خیلی کشورهای غربی را دیدن. واقعا ایناست که باید حوزه از میشود که برای خودش سرمشق قرار بده، مکاتبه داشته باشه. من یه وقت خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم که آقا وحدت حوزه و دانشگاه 5-6 سال پیش بود، سال 96، وحدت حوزه و دانشگاه حاصل نمیشه. فرمودن چرا؟ گفتم برای اینکه حوزوی ها میخوان با دانشگاهی ها فقط مونولوگ داشته باشن. من میگم تو بشنو، ولی باید مثل مرحوم مطهری دیالوگ داشته باشن. مرحوم مطهری جلسات با مرحوم دکتر صحابی داشتن، با دکتر مهندس بازرگان داشتن، ایشون از اونا واقعا بالاتر بودن از نظره، ولی تحمل میکردن، تحمل بعضی بی حرمتی ها رو میکردن، بعضی چیزا رو واقعا تحمل، ولی لازم میدیدن و یه قدم خیلی بزرگ بود. علامه هم همینطور بودن. به همین جهت علارغم اینکه حوزه قدر علامه را ندونست، دانشگاهی ها خیلی هاشون میدونستن، سالها میمدن دانشگاه شریف فلسفه علم درس میدادن، ایشون سالها درس میدادن، واقعا قدرشون رو میدونستن. یه مراسمی بود تو دانشگاه شهید بهشتی، من سخنرانی داشتم، وقتی تموم شد اومدم، جلسه تموم شد، همه ریختن دانشجویان سر علامه، خیلی محبوب بودن. این لازمه برای زمان ما، باید شما باب مکالمه داشته باشید، تضارب آرا داشته باشید. ایشون دغدغه داشتن، چرا افراد وقتی که از ایران میرن اصلا ایران رو فراموش میکنن، به ایران بی اعتنا میشن؟ این مشکل بزرگ ماست. خب من 9 سال تو آمریکا بودم، میدیدم چینیه دغدغه کشورش رو داره، کره دغدغه کشورش رو داره، ژاپنیه دغدغه کشورش رو داره، ولی ایرانی ها نه. به همین دلیلم از تعداد بسیار کثیری ایرانی که مهاجرت میکنن خیلی هاشون بر نمیگردند، مطرح نیست. ولی من چین که رفتم چیزایی دیدم که حیرت کردم از وطن دوستی چینی ها. آدم های تراز اول، وقتی که من رفتم با اساسه فیزیکا ببینم، داشتم ببخشید میگن الکلام یا زور الکلام، وقتی که داشتم میمدم بیرون دیدم که گفت بیا اینجا را امضا کن، اومدم امضا کنم، بعد گفت یه جمله بنویس امضا کن، امضا کردم مؤسسه فیزیکو، بعد ورق زدم دیدم چه آدمایی امضا کردن، دو تا از شینیایی که برنده جایزه نوبل بودن تو فیزیک اینا امضا کرده بودن. خب اینا اصلا همه عمرشون تو آمریکا سر کرده بودن. گفتم اینا بر چی؟ گفت اینا سالی یه بار میان دو سه ماه کمک پژوهشی بکنن به چی. شما چند تا ایرانی دارید که اینطور؟ باید از اول این حس هویت دینی ملی توی افراد تو دبستان کاشته بشه که ما واقعا این کار را نمی کنیم. علامه یه چیز دیگر هم گفتن که بازم اینم ما عبرت نگرفتیم، اینا مرحوم آیت الله مطهری هم تذکر می دادن، تخصصی شدن ابواب فقه برای پاسخگویی به سوالات. اول یه دوره کلیات ببینن همه چه همه چیا به تقریبا بدونن، بعد توی بابی تخصصی. الان تو فیزیک این کارو میکنن، تو زیست شناسی این کارو میکنن. علمای تراز اول تو فیزیک سالی یه بار جمع میشن، تراز اولا، و بعد بحث میکنن چه این مسائل مورد اختلافشون ها. و اونجا من یکی از کتابایی که چاپ شده رو نگاه میکردم تو مسائل سطح بالای فیزیک، میدیدم اونجا معلوم شد چقدر همهشون راضی به بعضی مسائل جاهلن که اون یکی دیگه داره تذکر میده. اینه که علامه رو اینم چیز داشتن. به طور خلاصه علامه جامع علوم و فنون علوم زمان خودشون به یه معنا بودن، و به همین جهته که مقام معظم رهبری روزی که ما رسیدیم خدمتشون قبل از بزرگ داشته رسمی برای علامه فرمودن علامه ذوالفنون.
واقعا این لقب در مورد ایشون صدق میکرد. ولی چیزی از علامه که بیشترین تأثیر را روی من گذاشت اخلاقشون بود و تواضعشون. امیرالمومنین یکی از ائمه فرمان رأس العلم التواضع، اینا شما این روزا کمتر تو ایران میبینید و علامه نمونه بارزش بودن. حالا من یه دو نمیخوام وقت دونه بگیرم، وقت هر صحبت های بزرگان ها، فقط یه چند تا نمود کتاب خاطره را همت فرمودن آقازاده علامه آقای علی رضا، و این کتاب خاطرات خیلی خوبی دارد، من توصیه میکنم بدون بخونید. فقط دو سه تا نکته کوچیک برای اینکه ببینید بعضی مطالب که قبلا هم مطرح نشده توش اومده. یکی میفرماد مثلا یکی از خاطرات اینه، یکی از آشنایون علامه، آشنایون علامه جعفری، علامه امینی صاحب چیز را میبینید تو خواب میبینید، میگن برو به جعفری بگو که برو به نهج البلاغه بپرداز. یعنی علامه امینی دارن این سفارش بکنن برو به جعفری بگو به نهج البلاغه بپرداز. یکی از خاطرات قشنگی که نقل کردن، یکی از شاگردای علامه همش سوالات کفرآمیز میکرده و عصبانیت، علامه خیلی با حوصله جوابش را میدادن، خیلی با حوصله و تحمل میکردن. وقتی که این فارغ التحصیل، وقتی که این میگذره دو اینا، چند سال بعد علامه رو به منزلش دعوت میکنه، بعد میگن که نهج البلاغه را ترجمه کرده بوده به انگلیسی. علامه میگن شما اون سوالات میکردی، میگه بخواستم مشکلاتم رو رفع کنم، شما کمک کردید مشکلات فکری من حل شد. میخوام بگم خیلی خاطرات زیبا داره. یکی دیگه مسئله احسان طبریه. میدونین احسان طبری تئوریسین مارکسیستا بود. خب بعد از انقلاب زندان بود و عرض میشود که یه بار اجازه بهش دادن که بیاد به دیدن علامه، علامه جعفری. اومد و بحث کردند و اینا، وقتی که میخواست برد علامه چهار جلد از یک کتابشون رو بهش هدیه کردن. بعدش دیگه آزاد که شد میمد مرتب سراغ دیدن علامه، مرتب میمد دیدن علامه. میخوام بدون بگم چقدر وسعت گشایش فکری داشتنشون. بالاخره یه نکته که از خاطراتشون، کتاب خاطرات میخوام بگم و اینه من نمیدونستم، اینه که وقتی که بنی صدر رئیس جمهور شد در اسفند 68 اومد پیش علامه گفت شما معاونت علمی فرهنگی ریاست جمهوری را قبول کنید و ایشون عذر خواستن. حالا من میگم نمیخوام وقت بگیرم، ولی یه دو سه تا خاطره از خودم هم یه خیلی سریع عرض کنم. یه وقتی ما دوره دکترای فیزیک را افتتاح میکردیم، بنده دعوت کردم از پروفسور عبدالسلام که اولین برنده جایزه نوبل بودن تو فیزیک که بیان ایران. خب این خیلی آدم مهم برای که افتتاح کنند دوره را، برکت بود یه مسلمون بیاد تراز اول چیز کنه. وقتی رفت دیدن مهندس موسوی نخست وزیر، بهش گفتن دو سه نفر توصیه میکنم برغو، یکیش علامه جعفریه، آدم های خوبی معرفی کرد. بنده وقتی که علامه کارای افتتاحیه و ایناشون تموم شد، هفته ی آخر آبان 67 بود، عرض می شود به اتفاق علامه اومدیم منزلش و پروفسور عبدالسلام بودند و علامه و یه دو سه نفر دیگه هم بودن، من مترجم بودم بینشون. اولین سوال علامه از پروفسور عبدالسلام این بود که نظر شما راجع به اصل عدم قطعیت هایزنبرگ چیه؟ اصل عدم قطعیت به طور خلاصه اینه، میگه دنیای اتم علیت حاکم نیست، شانس حاکمه. الکترون رسید به این میدان مغناطیسی، دلش خواست میرد بالا، دلش خواست میاد پایین. که اینشتین میگفت اگه این طوره من رد میکرد این حرفا رو، میگفت اگه این طوره من ترجیح میدادم برم یه کارمند قمارخونه بشم عوضی که فیزیکدان بشم. و عرض می شود که بحثاشون شروع شد، اون جوابشون رو داد، من قانع نشدم، به پروفسور عبدالسلام خودم جواب دادم و دیگه سکوت شد. عرض می شود که بحثشون ادامه داشت، علامه خاطرات خودشون رو از مکاتباتشون با راسل، برتراند راسل گفتن.
عبدالسلامم خاطرات خودش با راسل گفت. این خاطرات خیلی جالبه و من قصد دارم انشاءالله پیاده کردم، نوارا لطف کرده بودن پیاده کردم، تو کتاب خاطراتم میارم که مخصوصا حرفای عبدالسلام و جیرایی که بهش میدن علامه خیلی جالبه. عرض میشه بله، البته اون مسلمون بود ولی جیری. یه خاطره دیگرم بگم و دیگه خاتمه بدم. یه روز بعد از ظهر به من تلفن زده شد، منشیم اومدن گفتن که من رئیس پژوهشگاه علوم انسانی بودم، گفتن علامه جعفری پشت تلفونه. رفتم پشت تلفن، سلام علیکم اینها، گفتم که بفرمایید، گفتن که این کتاب تحلیلی از دیدگاه های فلسفی فیزیکدانان معاصر شما چند نسخه چاپ شده؟ گفتم که 4400 تا آخرین بار. فرمودن باید 100,000 تا نسخه چاپ میشن. گفتم علامه کاری نداره، شما یه مقدمه بنویسید، من تو چاپ بعدی اضافه مون. دو هفته بعد به من زنگ زدن، منشیده بفرست بیاد بگیره. فرستادم، گرفتم، خوندم، با دستخط خودشون که یادگاری دارم در 3 صفحه یه موقع تقریض نوشته بودن بر کتاب. خوندم و زنگ زدم بهشون، عرض کردم علامه راضی به بحثتون، راضی به علیت، یه نکته ای دارم. فرمودن پاشو بیا. رفتم و باشون بحث کردم، یه عکس این صحنه رم دارم. رفتم باشون بحث کردم، گفتن حق به جانب توه، چیزی که من نوشتم رسانیست به اندازه کن، اون صفحه آخره بده من عوض میکنم. دادم و عوض کردند و فرسادم. چند نفر شما حاضر میبینید توی علمای تراز اول حاضر بشن یه همچی کاری ها بکنن؟ این عظمت مقام طرف را میرسونه و واقعا من فکر میکنم که ایشون کم نظیر بودند. این نکاتی که عرض کردم ایناییست که باید نسل جوان باش آشنا بشن، باید واقعا آموزش و پرورش و دانشگاه ما فرهنگش اصلاح بشه. و صحبتهای بزرگان این که میگن نگون آخر خطه، من الان بعضی همکارامون رو فکر میکنن آخر فیزیکند، از تو که اصلا اینطور نیست. بزرگان میگن نه. ببخشید خیلی خیلی مزاحم شدم، خیلی عذر میخوام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. آقای دکتر متشکرم از حلاوت کلام شما که سیر نمیشیم، اما خب چون در آستانه اذان ظهر هم هستیم باید خدمت بقیه بزرگواران هم باشیم. ممنونم از لطف شما و از خاموشته میشه. متشکرم. آقای صالح افشار زحمت کشیدن و شعری رو دارن در مقام حضرت علامه که ازشون دعوت میکنم تشریف بیارن و این شعر رو بخونن. بفرمایید جناب افشار، بفرمایید. با نام خدا، سلام بر تک تکتان. تعظیم منو تعظیم من و قیام بر تک تکتان. دانایی و زیبایی و نیکوی عشق، تقدیم به احترام بر تک تکتان. چو با بزرگ نشینی بزرگ شوی، کدام قطره به دریا رسید و بحر نشد. توصیفی بود از حضرت علامه و فیلسوف بزرگوار حضرت گلشنی جناب حسینی و عزیزان، ولی آنچه را که میخوام خدمتتون عرض کنم تفکر، وجدان و کرامت انسانی. تفکر زایش علم و تمناست، تفکر زایش علم و تمناست و اندیشه کمال صدق و تقواست. به قول جعفری فیلسوف اخلاق، به قول جعفری فیلسوف اخلاق، جهان با گفتگو و عشق زیباست. بعد میخوام هر کس که دلش در همه جا هم، هر کس که دلش هماره با الله هست، هم صحبت او جان و دل
آگاه است. علامه جعفری چنین فرماید: وجدان بشر قطب نمای راه است. حقوق بشر در هدایت بود، که استاد را این عبارت بود: نخستین حق آدمی از بشر رسیدن به اصل عدالت بود. و یک غزلی است، یعنی تضمینش تضمین مزدوج از حضرت علامه و حضرت حافظ. من بدون مقدمه بشنو که جعفری گفت تعبیر این دعا را، بشنو که جعفری گفت تعبیر این دعا را: یا رب به حق قرآن پیروز دار ما را. اینجا حضرت علامه میفرماید: شبها به جبهه ما انوار حق بتابد، یاران چو جبهه سایند مر خاک کبریا را. جان بر کفی ایستاده الله بر زبانش، زورق به خون نشاند تا ساحل لقا را. بعد تزبین: با عقل و عشق و حکمت دل بر فراز جان زن، گر سر رود در این ره خوش باد این بلا را. تا پای عقل با ماست، حضرت دکتر اشاره کردن، تا پای عقل با ماست مقصد زمین خاکی است. با بال عشق طی کن شاه ره بقا را. آنجا که عشق باشد سر حلقه جنون است، دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را. استراتژی کلام اینجاست. آسایش و از قول حضرت علامه، آسایش و سلامت امنیت است و عزت اصل دفاع ملی، اصل دفاع ملی صلح است و خیر یارا. به آفاق تمنا با تو رفتم، به سوی عرش اعلا با تو رفتم، شدم ماهی میان حوض کوثر، من از دریا به دریا با تو رفتم. خیلی متشکر جناب آقای افشار بزرگوار، بهره بردیم، متشکرم. آقای دکتر محمدرضا اسدی هم توفیق داشتن در کتابخانه حضرت علامه محضر ایشون رو درک کردن. ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتند. شنوای کلام ایشون هم خواهیم بود. آقای دکتر بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم و سپاسگزار هستم از دست اندرکاران این جلسه و بانیان محترم که بعد از 24 سال از درگذشت علامه و استاد بزرگوار جناب آقای محمد تقی جعفری همچنان این چراغ فروزان پرتو افشانی میکنه و همچنان منشأ خیر و آثار پربرکت هستش. مطلبی رو که من انتخاب کردم برای این جلسه انصافا در حوصله این زمان کوتاه نیست، اما فقط از باب اینکه فتح بابی توی این زمینه کرده باشم مایل هستم که چند دقیقه وقت دوستان رو تصدیق بکنم و در باب جایگاه انسان شناسی در تفکر مرحوم آقای جعفری چند کلمه ای رو خدمت دوستان عرض بکنم. من مطلب خودم رو با این پرسش آغاز میکنم که چرا مرحوم آقای جعفری در سنت فلسفه اسلامی ما مسیر گذشتگان رو ادامه نداد؟ به جای اینکه از موجود به ماهو و موجود در فلسفه سوال بکنه و محور مباحث فلسفی رو پرسش از وجود قرار بده،
پرسش اصلی خودش رو از من قرار داد. به قول مولانا، از این 2000 من و ما، وین عجبا من چه منم، گوش بده عربده را دست منه بردهنم. علامه به این اشعار استناد میکرد و میگفتش که من برای ما همچنان مبهمه، همچنان ناشناخته هستش. تو سنت فلسفی ما، یعنی سنت فلسفی اسلامی، همچنان موضوع فلسفه موجود به ماه و موجود هست. حالا علارغم این که دیدگاه های سینوی، اشراقی و صدرایی هر کدوم از منظر خودشون با مبانی خودشون به این موضوع میپردازند، اما اصل این موضوع، یعنی موضوع فلسفه موجود به ماه و موجود، خواستگاهش تفکر یونانی هستش. یعنی شما وقتی که ارسطو رو هم نگاه میکنید، از جوهر که صحبت میکنه، مصداق جوهر رو موجود به ماه و موجود یاد میکنه. بگذاریم از اینکه ابن سینا خورده میگیره به ارسطو تو الهیات شفا، که تکلیف ما رو ارسطو تو متافیزیک روشن نکردش که بالاخره موضوع فلسفه جوهر علل اولا هستش، موجود به ماه و موجود، و ابن سینا نقد میکنه ارسطو رو. اما به هر حال این تلیعه تفکر فلسفی که در یونان شکل میگیره، همچنان به فلسفه اسلامی هم منتقل میشه، یعنی از طریق کندی و فارابی و ابن سینا الی یومنا هذا. تا دوره معاصر که شما نگاه میکنید، تمام بزرگان با تمام قدر و منزلتی که دارند، از معاصرین مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آقای مصباح، خدا حفظ کنه آقای جوادی آملی، همه دارن در سنت موجود به ماه و موجود در تفکر فلسفی ما تنفس میکنند. من یه جایی در یک جلسه خدمت بزرگواران حضور داشتم، عرض کردم که من تاریخ فلسفه اسلامی رو تقسیم میکنم به قبل از آقای جعفری و بعد از آقای جعفری. اونجا توضیحات خودم رو دادم. یه نکته الان میخوام به اون اضافه بکنم، این هستش که چرا من ادعا میکنم که تاریخ فلسفه اسلامی رو تقسیم میکنم به قبل آقای جعفری و بعد آقای جعفری. فقط میخوام یه تعریفی بکنیم، یه تمجیدی بکنیم، مثلا تو بزرگداشت ایشون هستیم، یه دستمریزادی بگیم. نه، بحث علمی هستش داریم مطرح میکنیم. مرحوم آقای جعفری از این جهت از سنت ما، سنت ارسطویی، فاصله میگیرن، سنت سینوی، سنت اشراقی، سنت صدرایی، در این حال که در این سنت تنفس کردن، در این سنت ابن سینا خوندن، شیخ اشراق خوندن، به قول خودشون 2 سال در محضر مرحوم آمیرزا مهدی آشتیانی اسفار خوندن، منظومه خوندن. علارغم تمام آشنایی و انسی که با سنت فلسفه اسلامی داشتند، وقتی که مرحوم آقای جعفری رو شما به لحاظ فکری نگاه میکنید، اولین آثار ایشون هم ارتباط انسان و جهان هستش. یعنی اون چیزی که دغدغه ذهنی ایشون هستش، شناخت انسان و نسبت او با عالم هستش. عالم به معنای عامش که حالا عرض خواهم کرد. خب این خیلی نکته مهمی هستش که برای ایشون بحث از وجود به ماه و وجود یا موجود به ماه و موجود موضوع تفکر فلسفی نیست. موضوع تفکر فلسفی انسان هستش. انسان هم نه باز به معنای جوهری کلمه، چون ارسطو هم وقتی انسان رو توضیح میداد میگفتش که مراد من از انسان حیوان ناطق هستش. مرحوم آقای جعفری وقتی که انسان رو مبنای تفکر فلسفی خودشون قرار میدند، نسبت انسان رو تو اون نسبت‌های چهارگانه تبیین میکنن و در مورد ماهیت انسان بحث میکنن. یعنی انسان نسبت به خودش، نسبت به جامعهش، نسبت به جهان و نسبت به خداوند، در این نسبت‌های چهارگانه چجوری هویت پیدا میکنه؟ نکته قابل تأمل در تفکر آقای جعفری این هستش که انسان در پرتو نسبت‌هاش تعریف میشه.
این نکته خیلی مهمیه. یعنی یه موقع ما انسان رو تعریف اتمی میکنیم، مثل ارسطو میگیم انسان حیوان ناطقه. حالا این انسانی که حیوان ناطقه، بله تو جامعه هم میره، با جامعه هم ارتباط برقرار میکنه، با جهان هستی هم ارتباط برقرار میکنه، اما انسان یه موجودیه که تعریفش تعریف اتمیه. ایشون به انسان از این منظر نگاه نمیکنه. انسان در پرتو نسبت‌هاش تعریف میشه. حتی وقتی میخواد من رو تعریف بکنه، این نکته من ندیدم کمتر بهش توجه شده، نسبت انسان رو با خودش مورد توجه قرار میده. ببینید یه موقع ما میگیم نسبت انسان با خدا، با جامعه، با جهان، اما دیگه نسبت انسان با خودش چه مقوله‌ای میشه؟ نسبت انسان با من این چجوری قابل تبیین هستش؟ ایشون در پرتو این نسبت‌های چهارگانه میخواد حقیقت انسان رو توضیح بده. ببینید در تفکر ارسطویی مقسم موجود بود، موجود آنچنان که هست و موجود آنچنان که باید. موجود آنچنان که هست تقسیم میشد به الهیات، ریاضیات، طبیعیات. موجود آنچنان که باید تقسیم میشد به سیاست مدینه، تدبیر منزل و اخلاق شخصی. اما مقسم برای ایشون در تفکر فلسفی من هستش، موجود به ماها و موجود نیستش. از اینجا هستش که ایشون داره فاصله میگیره از سنت ارسطویی و حتی از سنت فیلسوفان مسلمان. از اینجا هستش که ایشون داره طرحی نو در میاندازه و شاید یکی از علتهای محجوریت ایشون هم در حوزه‌های فکری ما همین باشه که این طرح مسبوق به سابقه نیست. یعنی اینکه ما در سنت حوزوی خودمون همچنان عادت داریم که هنوز وقتی می‌خوایم بحث بکنیم از موجود به ماهو و موجود بحث میکنیم. و حالا بگذاریم از اینکه ریاضیاتش و طبیعتش هم گذاشتیم که ناشده الهیات، حتی تو بخش موجود آنچنان که باید هم بحثی ما نداریم، فقط فلسفه ممحض شده، عملا ممحض شده در الهیات به تعبیر بالمعنی العام و بالمعنی الخاص. من فراموش نمیکنم حالا در آستانه سالگرد مرحوم علامه طباطبایی هم هست، این خاطره رو توفیق که من نداشتم که از محضر ایشون استفاده بکنم، در یکی از این برنامه‌های تلویزیونی گفتگوی گزارشگری رو با حضرت علامه دیدم. گزارشگر میپرسه از آقای طباطبایی که چرا در فلسفه اسلامی راجع به مسائل اجتماعی سوال نمیشه، بحث نمیشه، گفتگو نمیشه. مرحوم علامه طباطبایی با شگفتی میگن که آخه چه نسبتی هست بین فلسفه و مسائل اجتماعی؟ فلسفه و متافیزیک، مابعد و طبیعه راجب موجود به ماهو و موجود صحبت میکنه، راجب هستی صحبت میکنه، ربطی به اجتماعیات نداره. ببینید این یه سنته، تو این سنت هنوز مرحوم علامه طباطبایی داره تو این سنت و حتی معاصرین ما تو این سنت دارن تنفس میکنن، اما ایشون که میاد صحبت میکنه مبنای بحث موجود به ماهو و موجود نیستش، مبنای بحث انسان هستش. و جالبم این که هستش که عرض میکنم همین رویکرد انسان شناسانه و محور قرار دادن انسان رو در مرکز مباحث فلسفی در چهره‌های مختلف مورد بحث قرار میگیره. یعنی وقتی که ایشون میخواد از نسبت‌های چهارگانه برای تبیین انسان صحبت بکنه، بحث ایشون فقط رویکرد فلسفی نیستش، فقط رویکرد عرفانی نیستش، فقط رویکرد فرهنگی به انسان نیستش. یعنی این ارتباط‌های چهارگانه تو مجموعه آثار ایشون شما تفحص بفرمایید میبینید که هم از رویکرد عرفانی استفاده کردن برای اینکه نسبت‌های چهارگانه رو توضیح بدن، هم از رویکرد فلسفی استفاده کردن، از رویکرد دینی استفاده کردن، از رویکرد فرهنگی استفاده کردن. ببینید یعنی نگاه ایشون برای تبیین این نسبت‌های چهارگانه و به تعبیر برای تبیین حقیقت انسان یه نگاه ترکیبی هستش، تک بعدی نیستش، چند بعدی هستش. و همین نگاه هستش که نگاه ایشون رو جامع الاطراف میکنه به موضوع انسان و نسبتش با هستی. من به طور مشخص اینجا میخوام
در کنار رویکرد فلسفی تذکر بدم که رویکرد دینی و قرآنی ایشون به طور مشخص دینی و قرآنی ایشون به این ارتباطات چهارگانه بسیار ارزشمنده. یعنی ببینید ایشون در رویکرد فلسفی خودشون اشاره میکنن که یکی از معضلات ما در انسانشناسی مخصوصا مدرن این هستش که از این تعبیر این است و جز این نیست استفاده میکنن. انسان این است و جز این نیست. ایشون میگه که این اصلا قابل قبول نیست. یعنی انسان اونچنان پیچیده هست و اونچنان در آزمایشگاه تاریخ عرصه های مختلفی رو از هویت خودش مکشوف کرده که ما اصلا به این راحتی نمیتونیم برگردیم بگیم که انسان این است و جز این نیست. این نگاه تاریخی خیلی مهمه ها، یه فیلسوف نگاه تاریخی هم داشته باشه. اما در کنار این نگاه فلسفی و تاریخی ایشون اشاره میکنه که به لحاظ دینی نکته مهم این هستش، به لحاظ دینی قرآن کریم هم طبیعت و ماهیت قطعی و نهایی انسان رو تعریف نکرده آقا. یعنی این تفکر فلسفی ایشون هماهنگ کاملا با تفکر دینی و قرآنی ایشون. مفصل ایشون بحث کرده، حالا دوستان زحمت کشیدن توی این مجموعه آثار جلد 12 بحث انسان شناسی، من خواهش میکنم که دوستان که تمایل دارن حتما پیگیری بکنن این مجلد رو. یه بحثیشون دارن تحت همین عنوان که نگاه به انسان در افق قرآنی چه شکلی پیدا میکنه. من حالا اون بحث رو نمیخوام مطرح کنم، فقط این مورد خاص هماهنگی تفکر فلسفی ایشون در مورد که انسان رو نمیشه تعریف کرد با این جهت میخوام عرض بکنم که به لحاظ قرآنی هم ایشون استدلالش این هستش که به لحاظ قرآنی هم قرآن کریم علارغم اینکه آیات متعددی در مورد معرفی انسان بیان کرده، یه تعبیر تو سوره مریم هستش که و خلقناه و انسان ولم یک و شیئن ما انسان رو خلق کردیم، مثلا انسان چیزی نبودش. تو سوره انسان میگه که هل اتا علی الانسان حین من الدهر ولم یک شیئا مذکورا. یه زمانی به انسان گذشتش که سوره مریم میگه اصلا چیزی نبود، اینجا میگه چیز قابل ذکری نبود، چیزی بود ولی قابل ذکر نبودش. تو سوره مؤمنون، اینا استشهادات استاد هستش ترتیبی که دارم بیان میکنم، تو سوره مؤمنون قرآن میگه که ما انسان رو از تین و به ترتیب از نطفه، علقه، مزقه، عظام، فکسون العظام لحما، این مراحل رو انسان طی میکنه، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالق. این مراحل طبیعی رو انسان طی میکنه تا به اون مرحله نهایی که دمیدن روح در کالبد انسانی هست میرسه. اینجا هستش که خداوند به قول خودمون به خودش دست مریضات میگه، خدا میخواد برای خودش کف بزنه، اینجا کف میزنه، اونجا که ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله رو اینجا میگه. ایشون استشهاد میکنه، میگه شما آیات قرآنی رو نگاه بکنید، این تعابیر رو داره راجع به انسان به کار میبره، خلق الانسانو ضعیفا، خلق الانسان من عجل، ان الانسان حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. انسان حلوع حریصه، وقتی که دچار شری میشه به جزع و فزع میفته، وقتی که خیری به دستش میرسه منع میکنه، دو دستی برای خودش نگه میداره، به دیگران نمیده. کان الانسانو قطورا، کان الانسانو کفورا. آیات متعددی رو ایشون جمع میکنه در کنار این آیات که انی جائلون فی الارض خلیفه و علم آدم الاسماء کلها،
میگه چه خبره؟ قرآن چجوری داره انسان رو معرفی میکنه؟ آیا هیچ کدوم از این آیات دلالت بر این میکنن که ماهیت انسان رو توضیح بدن؟ یعنی انسان یه حد تام میداره که مثلا به تعبیر ارسطویی جنس و فصلش رو قرآن داره بیان میکنه. میگه اصلا اینطور نیستش، اصلا اینطور نیستش. تمام این آیات دلالت بر این میکنن که ما داریم بودی از ابعاد انسان رو توضیح میدیم. میگه تو ادبیات قرآنی اگر قرآن میخواست میتونست بگه مثلا لیس الانسان الا حیوان اجتماعی. این ادبیات در توان ادبیات قرآنی بودش که اگر میخواست ماهیت انسان رو تعریف و توصیف بکنه با تعبیری استفاده بکنه که دلالت بر حصر ماهیت در یک محدوده خاصی بکنه. اما این همه تعابیر متنوع در مورد ماهیت انسان در واقع میخواد نشون بده که انسان ذو ابعاد هستش. این تعبیری رو که استفاده‌های خیلی لطیفی ایشون داره میکنه از آیات قرآن کریم و تا روح انسان در افق قرآن قرار نگیره نمیتونه این گفتگو رو با قرآن داشته باشه. ایشون استشهاد میکنه به این آیه و یسالونه که عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. میگه که از این آیه شما چی میفهمید؟ حقیقت انسان یه خود طبیعیه، یه خود انسانی، خود انسانیش با اون حقیقت روحیش در واقع تبیین میشه. اینجا قرآن کریم به صراحت داره میگه که از روح میپرسن پیامبر از تو بگو قل روح من امر ربی و ما در مورد روح یه علم خیلی کمی به شما دادیم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. ما در مورد روح اطلاعات من انسان ما اطلاعات خیلی کمی در اختیار شما قرار دیم. اون و نفخت و فیه من روحی، اون حقیقت والا که البته ایشون میگه اینجا اضافه به اصطلاح تشریفی هستش، نه اینکه حقیقت انسان از روح خداوند جدا شده، ولی به خاطر اون عظمت و بزرگی که برای روح انسان خداوند در نظر میگیره به خودش نسبت میده و نفخت و فیه من روحی. میگه این حقیقتی که به خودش منتسب میکنه، میگه ما علم زیادی از این در اختیار شما قرار ندادیم. خب از اینجا شما چه نتیجه میگیرید؟ نتیجه میگیریم که حقیقت انسان هم حتی در آیات قرآن کریم به طور تام و تمام، علی رغم این همه آیات که الان خدمتتون عرض کردم که حالا قطره ای از دریا بودش، باید متن رو شما نگاه بفرمایید، علی رغم این تنوع تعابیر نهایت کلام این هستش که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اطلاعات شما راجع به انسان خیلی اندکه. پس خود قرآن کریم هم این ادعا را نداره که انسان این است و جز این نیست، علی رغم این همه تعابیر متنوعی که در مورد انسان به کار رفته. اون نکته ای رو که من سعی میکنم بحث خودم رو با این نکته آخر جمع بکنم این هستش که مرحوم علامه جعفری تلاش میکنن که وقتی که از حقیقت انسان صحبت میکنند این حقیقت انسان رو تفکر فلسفی رو هماهنگ بکنن با تفکر دینی. این نکته بسیار بسیار پر اهمیتیه در کل آثار ایشون. یعنی تفکر فلسفی ایشون یه تفکر فلسفی یله و رها نیستش. اگر چشمی به عقل دارن، چشمی به علم دارند، چشمی هم به دین دارند. اینها کنار هم دیگه در شخصیت ایشون نسبت به تمام موضوعات، اگر راجب زیبایی ایشون صحبت میکنه، اگر راجب معرفت صحبت میکنه، اگر راجب فرهنگ صحبت میکنه، این نگاه جمعی در تمامی آثار ایشون متمرکز هستش. مولانا یه تعبیری داره که کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی، هرچه گویی ایدم هستی از آن پرده دیگر بر رو بستی بدان. ایشون اشاره میکنه که ببینید توی این تعبیر مولانا در واقع از انسان به مثابه زبان هستی یاد میکنه. این تعبیر تعبیر مولوی هستش.
انسان زبان هستی هستش، دم هستی هستش. منتها مشکل این هستش که این زبان و دم هستی هرچه گویی ای دم هستی از آن پرده دیگر بر رو بستی بدم. آفت ادراک آن قیل است و قال، خون به خون شستن محال است و محال، یا محال آمد محال. در واقع شما نمیتوانی به واسطه انسان و ادراک انسانی حقیقت هستی رو توضیح بدی و حقیقت نسبت انسان با هستی رو توضیح بدی. از کجا باید کمک بگیرید؟ این تعبیر البته از ایشون نیست، من اضافه میکنم. ما باید بگیم دین به مثابه زبان هستی هستش. دین به مثابه زبان هستی میتواند حقیقت موجودات و حقیقت این نسبتها رو برای ما بیان بکنه. مرحوم آقای جعفری تمام تلاششون این هستش که متر و میزان و ترازو رو گم نکنن. متر و میزان و ترازو دین هست به مثابه زبان هستی، به مثابه زبان هستی. یه آلرژی هست متاسفانه تو متفکرهای مدرن و حتی پست مدرن به تفکر دینی و به الهیات به تعبیری. از خود فروید که به صراحت میگه من حساسیت دارم به دین، تا یه فیلسوف بزرگ و قدرتمندی در حوزه اگزیستانس، هایدگر، وقتی که اینا میان راجع به انسان صحبت میکنن، اصلا بحثشون از خدا و از دین کاملا حذف میشه. یعنی شما یه فیلسوف بزرگی مثل هایدگر رو نگاه میکنی، میگه ریشه تفکر فلسفی عین الحاد هستش. اصلا تفکر فلسفی بدون الحاد نمیشه. و وقتی که میخواد توضیح بده حقیقت انسان رو و نسبتش رو با وجود توضیح بده، میگه مراد من از وجود اصلا خدا نیستش، مراد من از وجود خدا نیستش. اگر ما خدا رو با وجود، حالا ما تو الهیات بالمنال اخص میگیم الوجود انه الحق، حقیقت هستی همون حق تعالی هستش. اما هایدگر میگه اصلا مراد من از وجود خدا نیستش. اگر ما خدا رو با وجود یگانه در نظر گرفتیم، به تعبیری انگار وجود رو کوچیک کردیم. میخوام عرض بکنم که آقای جعفری چون متر و معیار زبان دین به مثابه زبان هستی دستش هست، دچار اعوجاجات فکری هم نشده، از این ترازو و از این معیار به خوبی استفاده کرده. حالا بحث اینجا مفصل هست، من به همین مقدار اکتفا میکنم که فقط یه تلیعه باشه. انشالله در جای دیگه این رو مبسوط بست میدم. از حوصله دوستان سپاسگزارم و آرزوی مغفرت و علو به درجات برای اون استاد بزرگوار دارم. و السلام علیکم و رحمت الله. خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنونم از لطف شما. در واقع این جلسه یه جور رونمایی کتاب هست، اگرچه کتاب در خصوص مرحوم علامه است. من خواستم در وصف این کتاب عرض بکنم یک جمله رو، فقط همینقدر. امیرالمومنین فرمود در نامه به امام حسن یا هر فرزندشون، فرمود که من عمر زیادی با بقیه گذشتگان نکردم، اما مطالعه کردم در آثار اونها، بررسی کردم سرت و فی آثارهم که انی که احدهم، انگار که من مثل اونا شدم. حتی اضافه می‌فرماید بلکه نه، من انگار از اول تا آخرشون شدم. این کتاب به نوعی جمع شده که حالا ما که یه اندکی این بزرگوار رو زیارت کرده بودیم، اگر کسی میخواد حس کنه که منم یه چند قدمی با استاد هم قدم بودم، یا تو خونهشون رفتم یه چایی خوردم اینها، و یا یه سری از تفکرات و حال و هوای علم رو، نمیگم اون حال و هواه ماها رو نگه داشت تو مدار آقای جعفری، این رو شما بگم، اگه کسی بخواد تو حال و هوای استاد قرار بگیره، این کتاب به نظر من خیلی کمکش میکنه و باعث میشه که اینم فکر کنه که منم یه چند قدمی مثلا حتی تو هم از اون پله های خیابون زیبا رفتم بالا نشستم، اون کتابخونه مثلا به مفسر رو دیدم،
بله. علامه رو همینجوری با همین لباس عادیشون دیدم و نشستم باهاش به قول معروف صفا کردم. نیست من اینا رو خودم حس کردم، دیدم این کتاب انگار داره همون رو وصف میکنه، یعنی وصفش دور از واقعیت نبود. من اینو ببینید با این وقتی که کم بود من حیف اومد اینو نگم. این کتابه اگه کسی میخواد که حس کنه که خب ما آقای جعفر رو درک نکردیم، ای کاش مثلا، این کتاب خیلی کمک میکنه که شما فکر کن درکش کردی و خیلی هم زحمت کشیده شده در تدوین و تنظیمش، در چاپ و انتشارش هم واقعا خود نشر فرهنگ خوب کار کرده. من همینو اضافه بکنم، البته حرف زیاد داشتیم ولی این یکی حیف بود نمیگفتم. من هم به نوبه خودم تشکر میکنم که دعوت خانه کتاب و ادبیات ایران رو در هفته کتاب پذیرفتید برای رونمایی کتاب، جناب آقای جعفری، بقیه دوستان، بزرگوارانی که زحمت کشیدن و ما رو از بیاناتشون بهره مند کردن. زحمت بکشید از تابلوی رونمایی کتاب هم پرده برداری کنید و امضا بفرمایید تابلو رو. از همه دوستانی که ما رو همراهی میکردن در شبکه آپارات خانه کتاب ادبیات ایران و تلویزیون اینترنتی کتاب هم تشکر میکنم و بزرگوارانی که اینجا در این سالن در خدمتشون بودیم. ظهرتون بخیر و خدا نگهدار.
Thank you.